سلام به حاشیه نیوزی های عزیز و دوستداران مطالب نظامی ایران و جهان. به نظامی ترین رسانه فارسی زبان یوتیوب خوش اومدید. باز هم با شما عزیزان در یک برنامه دیگه همراه شدیم تا در مورد پیامدهای سنگین کشته شدن افسران و فرماندهان ارتش اسرائیل صحبت بکنیم و همچنین دلیل اصلی افزایش تلفات نظامیان بلند رتبه اسرائیل در این جنگ رو مورد بررسی قرار بدیم. افزایش تلفات ارتش اسرائیل به ویژه در مرحله دوم جنگ غزه و در حالی که درصد بالایی از کشته شدگان این ارتش فرمانده و افسران ارشد هستند، علامت سوال‌هایی رو درباره این وضعیت نظامی اسرائیلی‌ها به وجود آورده که در ادامه مفصلاً درباره‌اش می‌خوایم بحث بکنیم. پس تا پایان این ویدیو با ما همراه باشید و اگه تا حالا با ما همراه نشده بودید، کلید لایک و سابسکرایب رو بزنید تا همیشه با هم همراه باشیم. همونطور که توی ویدیوی قبلی هم بهش اشاره کرده بودیم، ارتش اسرائیل درگیر بحران نظامی در غزه شده و در این روزها خسارات و تلفات زیادی رو متحمل شده. جنگ در غزه خوب پیش نمیره. این عنوان گزارشی هستش که پرسنل نظامی اسرائیل درباره شرایط میدانی جنگ غزه برای ارتش اسرائیل تهیه کرده و افشای آمار جدید از تلفات ارتش این کشور در جنگ به خوبی وضعیت آشفته اون در برابر نیروهای مقاومت رو به اثبات میرسونه. اطلاعات منابع نظامی اسرائیل نشون میده که از بین 445 نظامی این کشور که در جنگ غزه کشته شدن، 119 نفر از اونها افسران ارشد بودن و شامل 5 سرهنگ، 8 سرهنگ دوم، 43 سرگرد، 41 سروان و 11 ستوان میشه. 60 تن از اونها هم از افسران یگانهای ویژه و نخبه ارتش اسرائیل بودن. البته رسانه‌های عبری از جمله هارتس و یدی اوتا هارونوت و معاریف فاش میکنن که تعداد تلفات ارتش اسرائیل در جنگ غزه خیلی بیشتر از چیزی هستش که ارتش اعلام میکنه و بین آماری که ارتش ارائه میده با آمار بیمارستان‌ها و بقیه مراکز مربوط مغایرت زیادی وجود داره. خبرنگار شبکه 12 تلویزیون اسرائیل در گزارشی به این منظور اعلام کرده که به دلیل سانسور نظامی شدید نمیتونیم درباره تعداد بالای نظامیانی که در جنگ کشته و یا مجروح شدن و حالا در بیمارستان‌ها بستری هستند صحبت بکنیم. این در حالیه که درگیری در منطقه الشجاعی غزه ته هفته گذشته یکی از خونین ترین درگیری ها برای ارتش اسرائیل بود که در اون نزدیک به 10 افسر ارشد این ارتش از جمله فرمانده تیپ گولانی کشته شدند. دانیل هاگاری سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرده که درگیری ها در چندین منطقه از جمله الشجاعی و جبالیا و خانیونس ادامه داره و نیروهای ارتش اسرائیل با مقاومت شدید نیروهای فلسطینی مواجه شدند. اما اینکه چرا تعداد تلفات ارتش اسرائیل به ویژه در مرحله دوم جنگ بعد از آتش بس موفق به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرده، سوال‌های زیادی رو به وجود آورده. روزنامه وال استریت ژورنال پیرامون همین موضوع به نقل از نظامیان اسرائیل اعلام کرد که افزایش تعداد کشته شدگان ارتش اسرائیل در جنگ غزه به دلیل تغییر تاکتیک در جنگ هستش. کارشناسان نظامی اسرائیل هم میگه که جنگ در نوار غزه خوب پیش نمیره و نیروهای ارتش باید به روش امن‌تری بجنگن. هاموس هرئیل تحلیلگر ارشد روزنامه هارتس هم به نوبه خودش در مقاله‌ای تحلیلی اعلام کرد که شرایط جنگی روی زمین و رویارویی نزدیک نظامیان اسرائیلی با نیروهای حماس امتیاز نسبی ارتش اسرائیل در میدان نبرد رو که متکی به تجهیزات پیشرفته بود خیلی کاهش داده. از طرف دیگه تونل‌هایی که حماس در غزه ساخته خیلی پیچیده‌تر و بزرگتر از چیزی هستش که دستگاه اطلاعاتی اسرائیل پیش‌بینی کرده بود. این وضعیت یکی از عواملی هستش که باعث افزایش تلفات ارتش اسرائیل در جنگ شده. فائز الدویری کارشناس امور نظامی و راهبردی در گفتگو با شبکه الجزیره اعلام کرده که یکی از دلایل افزایش تعداد کشته شدگان ارتش اسرائیل افزایش عملیات های مقاومت ضد تانک های مرکاوای این رژیم در همه محورهای درگیریه. تانک های ارتش اسرائیل توسط افسران این ارتش هدایت میشن و بنابراین کشته شدن 7 افسر در یک روز به معنای این هستش که نیروهای مقاومت فلسطین 7 تانک دشمن رو پشت سر هم هدف قرار دادن. بدون شک کشته شدن این نظامیان بلند رتبه ارتش اسرائیل پیامدهای سنگینی برای اونها خواهد داشت. حاتم الفلاحی کارشناس امور استراتژیک و نظامی هم معتقده که از جمله عوامل افزایش تلفات ارتش اسرائیل در جنگ غزه و به ویژه کشته شدن مکرر افسران این کشور این هستش که ارتش اسرائیل قدرت جنگ در مناطق مسکونی رو نداره.
همچنین افسران اسرائیلی تجربه کافی برای جنگ‌های شهری رو ندارن و آموزش لازم رو در این زمینه ندیدن و با فضای مناطق غزه و تاکتیک‌های دفاعی نیروهای مقاومت آشنایی ندارن. او اضافه کرد که علاوه بر تضعیف روحیه، برنامه‌هایی که ارتش اسرائیل برای جنگ زمینی تهیه کرده بود هم دارای مشکلات اساسی زیادیه و همین موارد خسارات اون رو در جنگ بیشتر می‌کنه. به این ترتیب هر چه ارتش اسرائیل برای نفوذ به عمق غزه بیشتر تلاش می‌کنه، شدت درگیری‌ها و به تبع اون تلفات ارتش اسرائیل هم افزایش پیدا می‌کنه. در این بین علاوه بر توانایی رزمی، تاکتیک‌های جنگی هم خیلی مهم و تعیین کننده هستش. این کارشناس مسائل راهبردی درباره تعداد کشته شدگان ارتش اسرائیل گفته که قطعاً این تعداد خیلی بیشتر از چیزی هستش که ارتش اسرائیل اعلام میکنه. بعد از 16 اکتبر روحیه نظامیان اسرائیلی به شدت تضعیف شده و فشار روانی روی اونها خیلی زیاده که طبیعتاً بر عملکرد اونها در میدان تأثیر میذاره. البته ارتش اسرائیل مجبور شده از فرماندهان خودش در میدان جنگ استفاده بکنه و این به معنای این هستش که شرایط اونها خیلی وخیم بوده و همین مسئله در کنار کشته شدن این فرماندهان به شدت روحیه نظامیان رو تخریب میکنه. حاتم الفلاحی تصریح کرده که این امر بیانگر وجود یک مشکل واقعی در سیستم فرماندهی ارتش اسرائیل. تلفات بین نیروهای عادی ارتش قابل جبرانه، اما کشته شدن افسران و فرماندهان چیزی نیستش که بشه اون رو جبران کرد و یک نقص واقعی در فرماندهی یگانها به وجود میاره. همچنین انتخاب فرماندهان جدید به جای فرماندهان کشته شده و سازگاری اونها با نیروها و شرایط جنگ نیاز به زمان زیادی داره. او در پایان تاکید کرده که این عوامل تاثیر مخربی به روحیه نظامیان ارتش اسرائیل داره. از طرف دیگه یگانهایی که شاهد تلفات بالایی هستند باید فوراً برای سازماندهی خودشون عقب نشینی بکنن و قادر به ادامه جنگ نخواهند بود. صحبت‌های این تحلیلگر نظامی به وضوح نشون میده که ارتش اسرائیل در شمال غزه با یک بمب‌بست تاکتیکی مواجه شده و فعلاً هم نتونسته راهکاری برای این مشکل پیدا بکنه. با وجود خسارات و تلفات روزافزون ارتش اسرائیل در شمال غزه، مقامات این کشور همچنان در کنفرانس‌های خبری اعلام می‌کنند که قصد عقب نشینی ندارند و می‌خوان به عملیات‌های نظامی خودشون در غزه ادامه بدن. به گفته کارشناسان مسائل نظامی، ادامه این عملیات‌های ناموفق پیروزی به همراه نداره و فقط باعث افزایش تلفات نظامی ارتش اسرائیل به ویژه مقامات بلندپایه نظامی خواهد شد. بدین ترتیب به پایان این برنامه از هاشی نیوز رسیدیم. تا برنامه دیگه از این کانال، خداوند یارو نگهدارتون.